چقدر دلم براتون تنگ شده بود روی صحنه. بخوایی داره به جورتا؟ آره خوبه دیم، صندلی رو نبری بفروشی. خب خیلی خیلی خوش اومدین عوامل فیلم شادروان. سبک و سیاق برنامه اینه که از تهیه کننده و کارگردان شروع کنیم، اگه اجازه بفرمایید که آقای رضا رویگری آغاز بکنم. با اجازتون عمو رضا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خبرنگارای خوب و دوست داشتنی که همیشه زحمت ماها رو به گردن دارن و مردم نازنینمون که همیشه مدیونشونم. امیدوارم که فیلمو پسندیده باشین. ببخشید من دیگه بیشتر از این ازم بر نمیامد. عالی بود قربان، عالی بود واقعا. میگم ممنون. بله تشریف بفرمایید. یعنی نه اینکه بر نمیامد، نصف نقشمو داده بودن به یکی دیگه فروخته بودن. چیکار کنیم؟ بسیار عالی عزیزمی. ممنون. خب ممنون از آقای نمازی، از همه دوستان و همکارایی که توی این فیلم با ما همکاری داشتن. رویای عزیزم که سالیان سال با هم کار کردیم، افتخار میکنم بازم در خدمتشون هستم. نره تو چیز ممنون و متشکرم از دوستان. من یادآوری بکنم همه باید ماسک داشته باشیم موقع صحبت، هم باید این ماسک رو داشته باشیم. دوستانی هم که در جایگاه مقابل هستن، عزیزان رسانه، هم یادآوری میکنم فاصله رو رعایت بکنیم، ماسک هم حتما داشته باشید. آقای رضا پورزاره روزنامه هنرمند از آقای رویگری پرسیدن که چند وقت پیش زمزمه هایی بود در مورد کارگردانی شما در یک فیلم بلند، به کجا رسید؟ گفتن که شما می‌خواستین کارگردانی کنید، به کجا رسیدید؟ در حقیقت وصیت منه به یه جورایی. اینو سال 72 من نوشتم و فلاش بک‌ها تمام اتفاقاتیه که تو جوانی و نوجوانی از موقعی که ما به دنیا اومدیم و دیگه بزرگتر شدم، فلاش بک‌ها به اونجاها برمیگرده، یعنی یه جوری واقعیه. بعد خدمتتون عرض کنم هنوزم توی این فکر هستم ایشالله اگه بشه بسازمش. قصه خیلی خاصیه، یه کار. و خدمتتون عرض کنم که امیدوارم که یکی از اینایی که 100,000 تا 200,000 تا میبرن به پست ما بخوره، یه خود پول بده ما این فیلم رو بسازیم. نمیدونم آقای نادران که پولش حلاله. عزیز دل است. سلام به همه عزیزان، دوستان، طرفداران و همه مردم خوب ایران. من رضا رویگری هستم. الان دارم از خانه سالمندان کهریزک با شما صحبت میکنم. بعد 60 سال کار من آوردن این داخل اینجا، نه تلفنی دارم نه، چون سیم کارتم و خانم هم برداشته، ایران سل انداخته، هیچکی اصلا نداره. اون شما من نمیتونم برای کارم به کسی زنگ بزنم، نه اونا به من زنگ بزنم. با همه قطع ارتباط بعد من ملاقات هم کرده بودم از این طریق دارم ازتون حلالیت میتره. کاری کردم که شما دوست نوشتیم یا حلالیت شدیم منو ببخشیم، منو حلال کنیم. نمیدونم دیگه اینجا شکلی من نمیدونم، چون اینجا برای مثل زندان میمونه. اگر این ایلوه رو دیدیم اونایی که
این طرف داره خوبه که میدونم کم هم نیستن یک کمک رو من بکنن من اینجوریم دیگه ممنون. در مورد این فیلمی که از شما اومد بیرون که یه ذره ناراحت بود آقای پرستویی انتشار کلی شد پرویز پرستویی عزیزم ریاکارینی تو با قلبت میکنی کار رو دلم ریخ به این خاطر که تو خیلی 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 زحمت کشیدی توی سینما خیلی تئاتر از کارگاه نمایش به تئاتر کار کردی با هم سفر آلمان رفتیم زندگی ها کردیم با هم دیگه اونه دلم الهی اون قلب خدا سالیان سال سلامت و همینجوری با عشق نفتش این حلی رضایی هم که دارید میبینید تازه از زیارت اومده بذارید من جمع خوبیه بگم همه کار خود این علی رضا کرده من هیچ کاری نکردم من خود از اینجا یه دفعه دیدم که اینجوری هست گفتم بذارم اینو اطلاع رسانی بکنم بگم آقا برای من الان دستم کوتاه از شما حالا آقا شما مادر من کوچیک شما کامیان علیرام نورایی شهربانو منصوریان پدرمونم پرویز پرستویی هم الان خونت آماده یعنی خونت آماده یا آماده با وسایل هم خونه وسیله پرستار خیلی حرفه‌ای صبح و شب کنارت باشه این آماده یا آماده است فقط جسارتم به خاطر اینکه دیگه خودت بتونی با خیال راحت زندگی کنی خانم بزرگوارتم که زحمتشو کشیده زحمت شما رو کشیده تا امروز دستش درد نکنه ما از اون هیچ توقعی دیگه نداریم فقط این که شما باید زحمت بکشی خودت بخوای یه ذره بهتر شدی بری داخل خونه و یه قراری میذاریم که انشالله خدمت مراجع قانونی برسیم اگر شما نتونی خودت تصمیم بگیری قرار باشه شما قیم داشته باشی قیمت بشه دادستان بهت میرسیم مردم سر دارم از دم بیرون در همه میگن امورزا و امورزا همون رضا مردم پول دیگه شما که بیدن فکر کنن که اینجا داره بهت زور میشه اچاق میشه بگو که بهت رسیدگی میشه این دوستان دارن زحمت تو میکشن ماشاءالله زار ماشاءالله از لحاظ جسمی خیلی بهتری روحیت هم ایشالله قوی میکنی به هیچ چی هم فکر نکن بگو که تنها نیستی تنها نمیذاریم این عزیزانم که همیشه و همه جوره پاکارن برای اینکه جسم و بدن تو سلامت کنم انشالله روز به روز بهتر بشی و به زودی زود بری سر تو شما صراحتن بفرمایید صراحتن من اینجا چهرم هم شما دیدی از طرف پرویز پرستویی بزرگوار چون نیستش و اینه خودش هم اینجا پرویز پرستویی علیرام شهربانو منصوری شواهد فرانی آج خانم و کامیارم که حالا رفیق ما یه زندگی خیلی خیلی خوب که شأن رضای رویی باشد براش الحمدلله آماده کردیم ما فقط میخوایم الان در حال حاضر اتفاق بیفته که اون خانمم راحت باشه چون دیگه خیلی روز زده خیلی قول دادن انجام نشده هر کمکی من اینم میگم هر کمکی که این دوستان میخوان انجام بدن متعلق به رضای رویی است و بعد رضای رویی بعد 110 سال از همین الان متعلق به یکی مثل رضای رویی است یعنی جسارتاً این طوری نیست که من به خانم بزرگوار ایشون بدیم بعد دوباره یه موقع دعوا زن شوهریه دیگه زن شوهر رو هم دعوا کنن هم دامبار مثلا یه دفعه اینا دوباره بحثشون بشه امورزا چون این دیگه سرمایه امورزا ما هم به عنوان پسر کوچیکه چون پسرش هم ازش دوره میخوام این سرمایه رو داشته باشه به خانمش هم بفهمه بگین اینا میخوان چون قانونی دیگه انجام بدن.